به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و صدمن باشین شاگردای عزیز به درس خودتان یعنی درس ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرد عزیز و گرامی ما و شما مضمون چی را مضمون ریاضی را با هم دیگه میخوانیم و فصل هفتم احصایه و درس آخر ما از این فصل میشه یعنی درس امروز که میخوانیم فصل ما و شما خلاص میشه درست است؟ اما دو تا عنوان ما و شما امروز باید بخوانیم اول چی را میخوانیم؟ مود را میخوانیم مود یا فیشن برش میگن درست است؟ مود یا فیشن که خب شما دیدین دیگه میگم هم فیشن فیشن میفهمی چی است دیگه مود یا فیشن را میخوانیم در جامعه ما و شما است اما در ریاضیات ما و شما داریم مد چی است؟ و بعد از او اوسط یا میانگین با همدیگه میخوانیم درست است این هر دور که بخوانیم فصل فصل هفتم ما شما امروز خلاص میشه درست است خب شاگرد عزیز قبل که درس شروع کنیم کارخانگی رو به ما روان کردین یا نه از چی طریق روان میکردید از طریق واتساپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی عنوان اولی که امروز ما و شما باید بخوانیم چی است مد یا فیشن برش میگیم درست است پس نوشتن میکنم مد خب شاگرده عزیز مد چی است ما و شما اگه یادتان باشه در سری گذشته چی رو خواندیم گفتیم که جامعه و نمونه رو خواندیم و متحول تصادفی رو خواندیم درست است گفتیم که اگر ما و شما بخوایم یک بررسی یک مشکل حل کنیم یک اول یک تحقیق در رابطه با اون میکنیم یک اطلاعاتی دریافت میکنیم او اطلاعات اولیه رو برش میگفتیم بگین آفرین چی بود دیتا اطلاعات اولی یا اطلاعات خام براش میگفتیم دیتا او دیتا رو جمع میکردیم سیست خب از چی طریق جمع میکردیم باز داشتیم روش های زیاد داشتیم پرسشنامه داشتیم آزمایش داشتیم مشاهده داشتیم استفاده از چی دیتا های از قبل تهیه شده داشتیم یا که میتونستیم استفاده کنیم یا تا نفس گذشته ما شما خب حالا میگیم او دیتا هایی که ما شما دریافت کردیم میگیم که مود از کدام است یا فیشن از اینا کدام میشه مد یا فشن فشن خود خب میفهمی دیگه نه حالا ما شما اسم ریاضیش میگیم مد مد چی است مد میگیم که شاگرد عزیز دیتایی که بیشترین تکرار را داشته باشد برش میگیم مد یا بیشترین فرکانسی صحیح است تکرار یا فرکانسی برش میگیم پس نوشتن میکنیم مد میگیم که دیتایی که مد دیتایی که بیشترین تکرار یا فرکانسی را داشته باشد سیست پس دقت کنید دیتایی که بیشترین تکرار بیشترین فرکانسی را داشته باشد خب به عنوان مثال چندتا دیتا به ما شما میتر سوال میگه که مد ها رو دریافت در کن مثلا چند میگیم؟ مثلا من در رو میکنیم پنج 10 15 13 7 5 6 و 5 صحیح خب دقت کن بون ما یک تا یعنی شش تا تبدیل کنم یعنی بشه 7 خب شاگرد عزیز 5 10 15 13 7 5 7 5 یعنی دیتا های ما شما هست به عنوان مثال بگیم چی است یا متان چه باشد؟ اینا باشه شاگرد عزیز با مثال تعداد افراد خانواده ها باشد میتونه باشد خانواده پنج نفری داریم خانواده ده نفری داریم 15 نفری 13 7 5 7 5 نفری داریم است. یک 2 3 4 5 6 7 8 از 8 خانواده پرسان کردیم سایز که تعداد اعضای خانواده شما یا فامیل شما چند نفر است و او گفته ما دیتا نوشته کردیم شده 5 نفر خانواده اول گفته 5 نفر است ما نفر دوم گفته خانواده از ما فامیل ما 10 نفری است دیگه گفته 15 نفری است 13 7 5 7 5 نفری سایز بس دیتا ما و شما است اطلاعات اولی که ما و شما ثبت کردیم و نوشته کردیم خب حالا مود از یا چی میشه مود یا فیش گفتیم مود گفتیم دیتایی که بیشترین تکرار را داشته باشد خب شاگرده عزیز دقت کنید پنج ماو شما چند بار تکرار شده؟ یک بار در اینجا تکرار شده. دو بار و سه بار پنج تکرار شده. ده چند بار تکرار شده؟ ده فقط یک بار تکرار شده. سیست 15 فقط یک بار، 13 فقط یک بار، 7 دو بار تکرار شده. خب کدام دیتا از همه بیشتر تکرار شده؟ آفرین، که گفتن چند؟ پنج چون پنج سه بار تکرار شده، یک بار دهی اول تکرار شده و دو بار دهی آخر. فست پس مد ماو شما چی میشه؟ مد مساوی میشه با پنج همون دیتایی که بیشتر از بقیه تکرار شده یا فرکانسیش اصلا میگیم چی هست؟ بیشتر از بقیه است فرکانسی همون تعداد تکرار برش میگیم میگیم چی فرکانسی درست است شاگرد عزیز خب پس بسیار آسان فهمیدیم. مد میگیم دیتایی که بیشترین تکرار را داشته باشد یا بیشترین فرکانسی را داشته باشد. درست است خب شاگرد عزیز پس ای چی شد مد ما شما شد پنج خب شاگرد عزیز دقت کنید دو نکته بسیار مهم داریم ما دو نکته در دو مثال متفاوت برات میزنم و شما نکته رو میفهمید درست است پس ما تختر پاک میکنم مثال بعدی رو کار میکنیم شاگرده عزیز و گرامی دو مثال دیگه میزنیم و دو مثالی که بسیار مهم است و از دو نکته بسیار مهم در رابطه با مد دریافت میکنیم درست است؟ خب اولین مثال پس نوشته میکنم مثال مد دیتا های زیل را دریافت کنید سیست؟ پس مد دیتا های زیل را دریافت کنید دیتا های ما شما به این شکل هست شکل دازید ما شما داده چند؟ دو سه پنج شش دو افت پنج و یک شاید از دقت کنید به ما شما داده این دیتا داده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت دیتا به ما شما داده گفته که دو سه پنج شش دو هفت پنج یک خب مود ما شما چی میشه گفتیم دیتا که بیشترین فرکانسی یا بیشترین تکرار را داشته باشد خب دو چند بار تکرار شده دو چک کنید یک بار دو بار تکرار شده صحیح سه, سه چند بار تکرار شده سه فقط یک بار تکرار شده پنج چند بار تکرار شده پنج یک بار و دو بار شش شش فقط یک بار دو که خود گفته بودیم هفتم یک بار پنجم که گفتیم پنجم هم دو بار تکرار شده سیست و یکم که یک بار تکرار شده کدام است دو هم دو بار تکرار شده پنج هم دو بار تکرار شده پس مود کدام بگیریم دو بگیریم یا پنج میگیم که این دیتا های ما و شما دو تا مد دارد هم دو مدش هست و هم پنج مدش است پس یک ما و شما یک دسته دیتا داشته باشیم مثلا فلان اینا یک اینا چی هستن اینا میتونن نمونه از یک جامعه باشن دیتا هایی که ما شما نوشته کردیم پس یک جامعه آماری که ما و شما داریم جامعه احصایی و احصایوی که ما و شما داریم شکر عزیز پس چی هست؟ میتونه دو تا مد داشته باشد میتونه سه تا مد داشته باشد میتونه چند تا مد داشته باشد سیست مثال قبلی کار کردیم یک تا مد داشتیم فقط دیتایی که بیشتر تکرار داشت داشت اما یک عدد بود که نوشته کردن سیست اما در رابطه با این دیتایی که ما و شما در دا اینجا داریم شاگرد عزیز دایی چی میگیم دو تا مود داریم پس مود ما و شما چی میشه مود ما و شما هم عدد دو میشه و هم عدد پنج میشه پس دو تا مد داریم اصلا به این میگیم که یک تا جامعه دو مده دو تا مد داریم سه است. یک جامعه میتونه سه تا مد یک دیتا که ما شما داده میتونیم سه تا مد داشته باشه میتونه چهار تا مد داشته باشه سیست فرق نمیکنه و یک نکته دیگه باز یک جامعه میتونه هیچ مد نداشته باشد نکته دوم امیر میگم مثال دوم باز دوباره مثال مد دیتای را دریافت کنید دیتا ما شما به این شکل است 3 5 15 20 و 7 خب شاگرد عزیز این چی است تکرار چی داریم تکرار 3 یک بار تکرار شده 5 یک بار 15 یک بار 20 یک بار 7 یک بار هیچ کدامش بیشتر از بقیه نیست به این میگیم ای جامعه ما و شما دیتا ما و شما مد ندارد درست است پس دیگه چی میگیم میگیم مد ندارد سیست پس جامعه ما و شما دقت دیتا های ما و شما شاگرد عزیز میتونه چند تا مد داشته باشد میتونه یک تا مد داشته باشد میتونه هیچ مد نداشته باشد درست است پس سوالایی که کارخانه گس به این شکل است به شما چند دیتا بر شما داده میشه میگه مد از یار دریافت کو پس تو چک میکنی کدام دیتا از همه بیشتر تکرار شده درست است خب اگر یک تا بود که میشه اون مد اما یک تا میشه اما اگر دیدین دو تا دیتا داریم که از همه بیشتر تکرار شده مد میشه اگر سه تا بود ارسش مد میشه درست است اگر دیدیم که هیچ کدام از اینا تکرار نه زیاد تکرار نشده بود میگیم که جامعه ما و شما مود ندارد درست است فهمیدید چرا خم شد دیگه پس مود بسیار آسان فهمیدیم که چی است خب شاگردی عزیز و گرامی پس مود فهمیدیم چی است درست است یک چند دیتا اگر ما و شما داشته باشیم میگیم دیتایی که بیشترین فرکانسی یا بیشترین تکرار را داشته باشد به با او اون میگیم مود و دو نکته هم گفتیم جامعه میتونه دیتای ما شما هم دیتایی که ما از یک جامعه نشته میکنیم درست است پس یک جامعه یا یک دیتایی که ما شما داریم میتونه چند تا مود داشته باشه میتونه هیچ مود نداشته باشد. درست است پس از مود اما عنوان دو شما چی است یا میانگین اوصد که شنیده باشید شما میگیم اوصد نمرات که در مکتب میخوانید اوسطش چند است نه یا فیصدی شما چند میشه درست است این میشه چی اوصد؟ اوسط یا فیصدی که فرق میکنه کمی دقت کنید چون در مکتب که شما میخوانید اوسط معمولی نیست او اوسط بهش میگیم اوصد وزندار صحیح که او رو باز در صفای بعد میخوانیم صحیح پس فعلا فق... ما فقط چی رو میگیم اوسط معمولی رو براتون میگیم که چی است اوسط یا میانگین میگیم پس میریم سر تخته اوسط و میانگین تعریف میکنیم که چی است درست شاگرد عزیز پس همراه ما باشید خب شاگرد عزیز و گرامی عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است اوسط یا میانگین پس با نوشته کنیم از سر تخته پس عنوان دوم ما و شما اوسط یا میانگین برش میگیم خب اوسط یا میانگین چی است؟ دقت کنید شکرده عزیز اگر ما و شما چند تا دیتا داشته باشیم اوسط یا رو میگه دریافت کنید من اول فرمولش نمیشته میکنم و بعد براتان مثال کار میکنم که بفهمید پس میگیم که فرض کنید به شک میگیم میگیم که فرض کنید ما دیتای اول با چی نشان بدیم x1 دقیقاً شاگرد عزیز x1 سیست دیتا دوم با x2 نشان بدیم یک دیتا سوم با x3 نشان بدیم دیتای چهارم با x4 x5 x6 و چند تا هر چند تا باشه 10 تا دیتا داشته باشیم با x10 سیست فرق نمی کنه تا تا هر چقدر باشه پس x1 x2 تا 3 نقطه و xn این عدد شده میتونه مثلا دو باشه پنج باشه صد باشه صد تا دیتا داشته باشیم x100 میشه سیست پس فرض میکنیم x1 x تا xn چی باشه دیتاهای ما باشد دیتا ما باشد سیست پس شد دیتا های ما و شما خب آل اوسط این دیتاها ها رو با چی نشان میده و از فرمولی میگیم اوسط دیتاها دیتا را با چی نشان میده دقت کنید شکر عزیز با x بالایش یک خط میکشیم میره میخوانیم x بار سیست x بار با x بار نشان داده و به صورت زیل دریافت میکنیم دریافت میکنیم خب دقت کنید x بار یا میانگین یا اوسط ما و شما که با چی با اکس بار نشان میتیم چی میشه؟ میگه که تو بیای کل دیتا ها را x1 جمع x2 کو جمع x و جمع به شکل تا جمع xn کل دیتا رو با همدیگه دیگه جمع بساز سیست کل دیتا هر چی داریم با هم دیگه جمع میسازیم سیست و بر تقسیم بر تعداد میکنیم چند تاست یک دو سه چهار همو n تاست اینجا اگه n ده باشه ده تا میشه 5 باشه 5 تا میشه سیست تقسیم بر n میکنیم پس n میشه چه فرمول اوست یا شاگرد عزیز میانگین اوسط یا میانگین به شکل دریافت میشه تمام دیتا ها رو با هم دیگه جمع میکنیم و تقسیم بر تعداد کل میکنیم که چند هم دیتا چند تا کل کلا چند تا دیتا داریم صحیح است این اگه دریافت کنیم میشه چی اوسط نم... دیتا های ما و شما خب من مثال کار میکنم که دقیق باز بفهم شاگرد عزیز بس مثال اوسط دیتا های را دریافت کنید خب شاگرد عزیز دقت کنید دیتای اولی ما و شما پنج شش هفت سیست دوازده دو سیست یک تا دیگه براتون بگیم باش با سال باشد سه یک دو سه چهار پنج شش تا دیتا داریم ما و شما است؟ شش تا دیتا داریم گفته اوسط یار دریافت کنید خب ما باید چی کنیم باید بیایم اینا رو همه با هم دیگه جمع کنیم ای ایکس یک ما و شماست x 2 دو x3، x4، 5 پنج x6. کلش جمع میکنیم تقسیم بر چند میکنیم تقسیم بر آفرین شش تا چون شش تا دیتا داریم پس x بار ما و شما چی میشه x بار ما شما میشه خط کسری خب کلش با هم جمع بسازید پنج جمع شش جمع افت جمع دوازده جمع دو جمع سه تقسیم بر چند؟ تقسیم بر تعداد دیتای کل ما شما چند تاست؟ شش تاست خب چون در پیش جای نیست من در اینجا نوشتن میکنم شکر عزیز پس x بار ما شما میشه چند؟ جمع بسازید پنج جمع 6 چند میشه؟ میشه یازده یازده جمع افت یازده جمع افت میشه اجده هجده جمع دوازده میشه سی است سی با میشه چند؟ سی و با میشه چند؟ سی تاشوت 35 بر 6 35 بر 6 شد خب باید بریم چیکو کنیم شاگرد عزیز یا دا, دا ماشین حساب تقسیم میکنین یا خود ما میتونیم تقسیم کنیم صحیح است ببینید تقسیم کنیم به شکل تقسیم میکنیم بگیم 35 تقسیم بر 6 اگر دقیق تقسیم کنیم بگیم 5 6 3 5 6 3 باقیمانده 5 تا صرف یک تا اعشاریه بگیم باز چند صحیح چند 6 شش... اف 6 8 48 6 8 48 با چند با 2 باز یک تا صفر میخوای 3 6 18 با 2 و باز به میشه این شکل تکرار میشه تا لای تناهی پس به این میشه مشه مساوی میشه با شاگرد عزیز 5 اشاریه 8 3 تکرار میشه پس من می پاک میکنم پس میشه 5 اشاریه شاگرد عزیز دقت کنید مساوی میشه با 5 اشاریه 8 سه سه بالایش خط میکشیم یعنی سه تکرار میشه اون تکرار شده میره تا لای تنهایی به این میگن چی دوره توالی سیست پس همین سه تکرار شده میره همین تقسیم شما انجام بدین تقسیم شده میره خب البته میتونم من یه کار کنم شاگرد عزیز دقت کن سوال ها. من این دو را اگر این سه را من اگر چهار بسازم ده سوال یک تغییر بیارم این چهار شوه که دیگه اشاره دار نشه سیست چهار بیارم چند میشه حالا جمع از یا یک تا اضافه کردم شد 36 سی سیست پس میشه چند 36 بر 6 که جوابش میشه چند میشه 6 در سوال کارخانگی ما و شما به شک که تقسیم بری میکنی یک یک تعداد مکمل دریافت میشه اشاره دار نمیشه پس به شک آسان تر شد دیگه 5 6 7 12 یعنی پس سه ما و شما شند شده بود 4 شده بود با مثل در سوال ولی اگر هم نباشه مشکل نیست ما شما میتونیم تقسیم بسازیم و جوابش دریافت کنیم خب یه سوال آسانتر شد گفته که دیتا زیل اوسط دیتای زیل رو دریافت کنید 5 6 7 12 2 4 که جمع ساختیم چند شد شد 36 تقسیم بر تعداد کلم چند هست؟ شش تا 6 تا 36 تقسیم بر 6 مفاهیم میشه با 6 پس اوسط یا میانگین دیتا ما شما چند است 6 شده درست شاگرد عزیز خب پس ما و شما میانگین و اوسط خودم فرمولش هم فهمیدیم چی است درسته شاگرد عزیز فرمولش این که کل دیتا ها رو با هم دیگه جمع میکنیم و تقسیم بر تعداد میکنیم چی میشه اوسط یا میانگین دیتا ها دریافت میشه پس شاگرد عزیز من تخته رو پاک میکنم یک تا مثال دیگه کار میکنه مثال آخره کار میکنه درست است خب شاگردی عزیز یک مثال آخرم کار کنیم درس امروز ما و شما خلاص میشه درست است؟ پس مثال اوسط یا میانگین دیتاهای های زیل رو دریافت کنید اوسط یا میانگین دیتاهای های را دریافت سعی پس چند دیتا با ما شما سوال میتونم میگه اوسط چه دریافت کنید خب دیتا ما شما میتونه چی باشه میتونه هر چیز باشه با مثال نمرات درسایی که در یک شاگرد مکتب گرفته سعی خب میگیم 70 85 92 100 1 یک دو سه چهار است یک تا دیگه بگیریم و با مثال با ما چند گرفته گرفته 93 سعی است پس چی شد ای شاگرد مکتب ما شما یعنی یک دو سه چهار، پنج چی گرفته پنج تا نمره گرفته در با نام در درس ریاضی است؟ در پنج امتحان متفاوت که استاد از او گرفته این نمرات اول گرفته افتاد اشتاد 92 نوید و سه. این نمرات چی گرفته حالا اوسط نمرات ریاضی از چند میشه در پنج امتحان که داده پس میرون دریافت میکنیم خب پس ایکس بار ما شما چی میشه شاگرد عزیز پس ایکس بار ما و شما گفتیم که کل از یار جمع میکنیم 70 جمع 85، جمع 92، جمع 100 و جمع 93، صحیح سه. سه تقسیم بر چند باید بسازیم؟ تقسیم بر 1 دو، سه، چار، پنج، تقسیم بر پنج میسازیم چون تعداد دیتا های ما شما چند تاست؟ پنج تاست خب یه رو باید با هم جمع بسازیم 70، 85، 92، 100، 93، خب یا با ماشین حساب جمع میکنه شاگرد عزیز یا با قلم نوشته میکنید زیر هم نوشته میکنید و جمع میکنیم از کلانترین ترین عدد شروع میکنیم صحیح است 100 جمع 93 جمع 92 صحیح 93 92 85 70 85 70 خب جمع بسازید خود جمع یاد دارید دیگه نه یعنی صفر با 5 میشه چند میشه 5 با دو میشه 7 با این سه میشه چند 10 وای صفر هم گامو دست صفر در اینجا نوشتم میکنیم یک چیزاش میره دایی بالا نوشته شده میشه صحیح دایی ای یک دا اینجا خب 7 تا 8 میشه 15 پانز 15 و 9 میشه چند 15 و 9 میشه 24 صحیح 24 با 9 میشه 33 33 کد یک میشه 34 4 در اینجا یا 34 گفتم 6 ده اینجا صحیح است که یک و میشه 4 میشه 440 صحیح است پس چند شد پس مساوی میشه با 440 تقسیم بر 5 خب 440 تقسیم بر 5 باید بسازیم به با تقسیم میکنم 440 تقسیم بر 5 میسازیم بگیم که چند 9 5 میشه 45 8 5 8 5 ما و شما 40 باقی مانده میشه 4 صحیح خب صفر اند پایین میایه میشه باز 8 5 میشه 40 صحیح که باقی مانده چند میشه شاگرد عزیز باقی مانده میشه 0 باقی مانده میشه چند 0 خب چند شد؟ جواب شد 88 و اشت. پس جواب ما شما چنده؟ 88 نمره گرفته پس اوسط نمرات ریاضی از این شاگرد چند شد؟ 88 شد سه سوام چرا شد دیگه نه؟ نمره 70, 85, 92, 193 گرفته اوسط شده 88 نمره 70 که گرفته بسیار اوسط پایین آورده سه است؟ امین 70 اگر کمی بالاتر 80 با انوان نسال بگرفت او اوستش بالای 90 میشد درست است؟ خب شاگرد عزیز گرامی پس فهمیدیم چی است ما شما اوسط یا میانگین دیتا ها را بسیار آسان میتونیم دریافت کنیم کلش با هم دیگه جمع میسازیم در صورت و در مخرجم تعداد دیتا ها چند تا دیتا است شمار میکنیم یک دو سه چهار پنج در مخرج پنج میمانیم جمع دریافت میکنیم و تقسیم بر عدد مخرج میکنیم و جواب دریافت میشه درست است پس این هم از دیتا یا اوسط, اوسط یا میانگین دیتا های ما شما میتونیم دریافت کنیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس اوسد یا هم خواندیم درست است اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 200 203 و 204 کتابه کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 209647802554013 خب شاگردای عزیز و گرامی پایان فصل هفتم فصل هفتم ما و شما به خیر خلاص شد و ما و شما به خیر فصل هشتمه در, در درس بعد شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش شما رو به الله پاک و مهربان میسپارم